زلزله سرپل ذهاب نشان داد که سلبریتی یا اون که پیشتر ستاره خوانده میشد در ایران امروز به یک مرجع مدنی تبدیل شده است. اهمیت یافتن سلبریتی ها و رواج فرهنگ سلبریتی ناشی از چیست و پیامدهای اون چیست؟ سلام. یک نظریه پرداز مطالعات فرهنگی میگوید سلبریتی وقتی پیدا شد که قدر یافتن در نظر مردم کوچه و خیابان جای منزلت در دربار را گرفت. اگر چنین نظری را بپذیریم، سلبریتی یا اون که ستاره خوانده میشد پدیده جدیدی نخواهد بود. مثلا لابد برای دلکش خواننده سنتی ایرانی اینکه مردم کوچه و بازار قدرش را میدانند، امری که در نسل‌های پیش از او ممکن نبود، اهمیت فراوان داشت. اما آنها که قرب دلکش نزد مردم زمان خود و اهمیت سلبریتی‌ها در نسل‌های کنونی را متفاوت می‌دانند، به چیزی در حال حاضر اشاره می‌کنند که فرهنگ سلبریتی خوانده می‌شود. از جمله پیامدهای فرهنگ سلبریتی، ورود سلبریتی‌ها به امور مدنی است که بهترین مثالش را می‌توان در روزهای پس از زلزله سرپل ذهاب دید، زمانی که بسیاری از مردم به جای کانال‌های رسمی به سلبریتی‌ها برای امداد رسانی روی آوردند. ولی آیا فعالیت سلبریتی‌ها در حوزه مدنی هم تازگی دارد؟ مگر نه اینکه در دوران محمد رضا شاه پهلوی شماری از مردم به دلیل بی‌اعتمادی به نظام حاکم کمک‌های خود را از طریق کسانی چون غلامرضا تختی به آسیب دیدگان زلزله بوئین‌زهرا دادند. در این صورت چه چیز باعث شده امروزه سلبریتی و فرهنگ سلبریتی اهمیت بیشتری یابد؟ کنشگری سلبریتی‌ها در امور مدنی و خیریه و همینطور در صحنه‌های سیاسی را چطور باید ارزیابی کرد؟ لیلی نیکونظر، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در هلند، نظری انتقادی به فرهنگ سلبریتی و حتی کنشگری سلبریتی‌ها در امور مدنی و سیاسی دارد. از او خواهیم پرسید چرا. اما علیرضا بهتویی، جامعه شناس در سوئد، میگوید چنین قضاوتی در مورد فرهنگ سلبریتی ناشی از نادیده انگاشتن احساسات و عواطف توده‌های مردم است. خیلی خوش آمدید. خانم نیکونظر، نقد شما به کنشگری سلبریتی ها در زمینه هایی چون مثلا امداد رسانی بعد از زلزله سرپل ذهاب، اصولا حتی در امور سیاسی، در بزنگاه های سیاسی، نقدتون بهش چیه؟ من فکر می‌کنم خب سوالتون کلیه و یه مقداری باید بحث رو ریز کرد و یه مقداری هم باید از تعریف شروع کرد. یعنی تا قبل از اینکه سلبریتی رو تعریف کنیم خیلی سخته که به این سوال پاسخ بدیم و من ترجیح میدم اگه قرار به این سوال جواب بدم در دو بخش بهش جواب بدم. در واقع یک بخشی دخالت سلبریتی در حوزه دیولپمنت یا حوزه توسعه است که شامل همون فعالیت‌های خیریه‌ای میشه که شما نام بردید، چون اون یه بحث جداییه و بحث مفصلی هست در جای خودش، و یه بحث دیگه بحث کنشگری سیاسی که خصوصا با ورود شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم این داره اتفاق می‌افته در مورد سلبریتی‌های ایرانی. ولی قبل از هر چیزی باید سلبریتی رو تعریف بکنیم، به خاطر اینکه یه مفهومیه که بسیار گریزانه، از تعریف میگریزه، تعریف خیلی زیادی براش وجود داره، در زبان انگلیسی معادلای خیلی زیادی وجود داره. وقتی میگیم سلبریتی، در واقع آیدل، آیکون، استار، سوپر استار، پابلیک فیگر، اینا همه نمونه های حداقل میشه 10 تا کلمه نام برد که اینا معادل مشابه، در واقع معادل هایی برای سلبریتی هستند. اما اون چیزی که اونطوری که من سلبریتی رو تعریف میکنم، سلبریتی یعنی یک پرسونای به واسطه ایجاد شده پابلیک، عمومی، یعنی یه چهره یا یک نقاب پرسونا رو آقای آشوری مدل گذاشتن. پرسونا، اگه تعریف کنیم خود پرسونا رو چی؟ در ریشه لاتینش پرسونا به معنای سخن گفتن از پشت یک نقابه. بله خب. در دراما یونانی هم دقیقاً به همین معناست. بنابراین از همین جا مشخص میشه که با نمایش طرفیم، با پرفورمنس. بله. به دلیل اینکه ما با بازنمایی، وقتی در مورد سلبریتی صحبت میکنیم در مورد بازنمایی داریم صحبت میکنیم. بازنمایی یعنی جهانی از معانی که رسانه ها برای ما ایجاد کردن. و جلوتر میتونیم در مورد سیاست بازنمایی هم حالا یه مقداری صحبت بکنیم. از همین جا ما میفهمیم که با نمود
طرف هستیم با نمایش در مقابل بود، به دلیل اینکه به هر حال بین این دوتا، بین واقعیت و نمایش به هر حال فاصله ای هست. خود حضور سیاسی سلبریتی ها در کانتکست در واقع غرب، در حکومت های دموکراتیک بحث جدایی، وقتی که در مورد سلبریتی در ایران صحبت میکنیم با یک نظام سیاسی اقتدارگرا ایران صحبت کنیم، نقدتون چیه بهش؟ ببینید من فکر میکنم که خب یه مقداری از نقدای غربی میشه استفاده کرد، به هر حال نقدایی که توی در واقع نقدهایی که به حضور در واقع سلبریتی ها میشه در فعالیت های سیاسی و کنشگری، یه بخشش برمیگرده به چیزی که یعنی یک ترم مشخصی براش وجود داره که تقریبا معادل فارسیش میشه بدیهی کردن سیاست، یعنی اینکه سلبریتی در مواردی میاد و شروع به کنشگری میکنه که احتمال داره در موردش به اندازه کافی ندونه، یعنی احتمال داره که از پیچیدگی ها، مخصوصا در وقتی در مورد مسئله سیاست داریم صحبت میکنیم، به هر حال داریم در مورد وقتی در مورد امر سیاسی داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد چیز پیچیده ای صحبت میکنیم. این احتمال وجود داره که به هر حال سلبریتی در مورد در مسائلی دخالت بکنه که به هر حال در مورد اون مسائل به اندازه کافی آگاهی نداره یا تحقیق نکرده. این یه بخش موضوعه. یه بخش دیگه برمیگرده به در واقع یه ترم دیگه که استفاده میشه که اون معادل فارسیش میشه در واقع تبدیل کردن عرصه عمومی، عرصه سیاست به عرصه روابط عمومی سلبریتی، یعنی پی و آر بزرگ، پیاریزیشن. خب این هم هست، به هر حال هر کاری که سلبریتی انجام میده به دلیل اینکه سلبریتی در نهایت میخواد عیان باشه، میخواد در رسانه دیده بشه و به تکرار دیده بشه و اصلا ساخت سلبریتی به این شکله و ساخت و حیاتش با رسانه درگیره، به خاطر همین هم در نهایتشون کاری که سلبریتی انجام میده بخشی از اون فعالیت روابط عمومی شه. این نقدایی که گفتید نقدای سراسری گفتید در غرب هم هست، در بستر سیاست ایران نقدتون چی هست؟ در بستر سیاست ایران من نقدم اینه که اگر که سیاست رو به معنای این بگیم که مجموعه شهروندان اجازه داشته باشن بر قدرت نظارت بکنن، به هر حال به یک حوزه عمومی احتیاجه. حوزه عمومی یعنی که مردم بتونن صحبت بکنن، بتونن حرف بزنن، براش نهاد مستقل احتیاج داریم، براش رسانه مستقل احتیاج داریم. در غیاب اینها سیاست غایبه. احتمالاً اون دخالتی که سلبریتی ایرانی میکنه در غیاب سیاست، در واقع در ضد سیاست، نه در سیاست. یعنی اینکه در مبعد همیشه اینو در نظر بگیریم که سلبریتی داره در سیاست مداخله میکنه در شرایطی که نهاد مستقل وجود نداره و در شرایطی که رسانه مستقل وجود نداره. و اینو شما در نظر بگیرید که در همین غرب خود رسانه‌ای که سلبریتی رو میسازه، خود اون رسانه سلبریتی رو مصرف میکنه و ویران میکنه با کوچکترین نشانه‌ای که به نظرش برسه که این سلبریتی اصالت نداره و شفاف نیست و روشن نیست. فکر میکنید در ایران چنین چیزی نیست؟ من فکر میکنم که فرهنگ رسانه‌ای ما اونقدر شفاف نیست و ما رسانه‌هامون آزاد و متکثر نیستن و ارزش‌های دموکراتیک از جمله شفافیت وجود نداره که سلبریتی رو مجبور به پاسخگویی بکنه. بله. آقای بهتویی شما به این نقدها چه پاسخی دارید؟ نظری که خانم نیکو نظر اعلام میکنن راجع به سلبریتی ها یه تصوری رو میده که انگار اینها عروسکن و یه کسانی از پشت دارن اینا رو هدایت میکنن، حالا تو غرب، و اینا رو هدایت میکنن و به محضی هم که احساس بکنن که اینها از خط خارج شدن نابودشون میکنن و اینها دیگه زندگیشون تمام میشه. من همچی تصوری رو خیلی جدی تلقی نمیکنم. در مورد ایران هم قبل از اینکه وارد شرح نظرتون بشید، حالا که در مورد خود سلبریتی ها و اینکه چه جور چهره‌ای هستن حرف می‌زنید، ما روی صفحه الکترونیک پشت سرم عکس تعدادی از سلبریتی های ایرانی رو بندازیم و این محبوب ترین سلبریتی های ایرانی هستند در اینستاگرام بر اساس سایتی که من پیدا کردم، سایت پرژن وی. مهناز افشار بود، سحر قریشی، بهنوش بختیاری و الناز شاکردوست، اینا همه بازیگر سینما و تلویزیون هستن و بعضیشون تئاتر، البته هنرپیشه های مردی هم داریم که محبوب هستن. رامبد جوان رو دیدید، به خاطر برنامه خندوانه طرفدار زیاد داره. ترانه علی دوستی، اون هم بازیگر سینما. امیر تتلو یا امیر حسین مقصودلو، خواننده ای که اخیرا از ایران خارج شد. یاسر بختیاری، خواننده رپی که سوژه آهنگاش بیشتر اجتماعیه. و چند تا ورزشکار هم داریم در میون سلبریتی های ایرانی در اینستاگرام، علی دایی و علی کریمی.
بعد چند تا خواننده داریم، بابک جهانبخش، مهدی طارمی و سیروان خسروی در عکس بعدی که اینا همه خواننده هستن، و در رده پایین‌تر همایون شجریان از نظر تعداد طرفداران در اینستاگرام میگم، اونم در زمانی که در این وبسایت این منتشر شده، خواننده موسیقی سنتی ایرانی. اینها سلبریتی های ایرانی هستن که ما راجبشون داریم صحبت میکنیم برای اینکه یه مقدار ملموس بشه برامون. البته همونجوری گفتم یه سری هنرپیشه های مرد هم، محمد رضا گلزار، رضا عطاران، بهرام رادان هستن که مثل این کسانی که عکساشون رو دیدیم طرفدارهای میلیونی دارن در اینستاگرام، و طرفداران اینها زندگی این افراد و همینطور نظراتشون رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنن. حالا با این کادری که توصیف شد و یه مقدار ملموس کردن چهره‌های سلبریتی‌های ایرانی میتونید ادامه بدید. چه خوب که این افراد رو مثال زدید برای اینکه ما مشخص بدونیم راجبی کی حرف میزنیم. تصور من این نیست که این آدم‌ها سلبریتی‌ها، اینها هر کدوم یه توانایی‌هایی دارن تو عرصه معینی و بعد میان در از طریق حضور بیشترشون تو رسانه‌ها، که رسانه‌ها قبلا شاید فقط روزنامه و رادیو تلویزیون بود، امروز به اصطلاح رسانه‌ها تعریف بسیار بزرگتری پیدا کرده از طریق اینترنت و اینستاگرام شما فرمودید غیره. اینها بیشتر دیده میشن و نفوذ جدی‌تری دارن به نسبت قبل. خب این چی به اینها میده؟ به اینها سرمایه مشهور بودن، سرمایه سلبریتی، چیزی که در غرب بهش سلبریتی کپیتال میگن. خب این از این طریق یک نفوذی داره و یه به قول شما طرفدارانی داره. توی مطالعات جامعه شناسی میگن وقتی که توی کشوری به فرض وقتی ریاست جمهوری هست و نه انتخابات پارلمان یا کشورهایی که انتخابات ریاست جمهوری یک فرد برجسته میشه، مثل فرانسه و مثل فرانس آمریکا و آمریکا، اینها نقش بیشتری پیدا میکنن در امر سیاسی، بله، در حاضر میشن، حمایت میکنن و پیش میبرن. در مورد کشورهایی که احزاب نسبتاً ضعیف هستند، ایشون هم به درستی اشاره کردن، اونجا هم سلبریتی ها در واقع نقش بزرگتری پیدا میکنن. شما راجبه نقششون در سیاست دارید صحبت میکنید و امور اجتماعی، بله بله. و بعد وقتی که بحران توی وضعیت کشوری پیش میاد، من اجازه بدید مثال بزنم، وقتی که در امریکا رونالد ریگان میشه رئیس جمهور امریکا، شرایطی که جامعه امریکا دچار یک بحران جدی است، و یا وقتی که باراک اوباما میاد و شما در مورد دوره کارتر صحبت، بله، میکنید و بحران گروگانگیری، بله، بله، و اون رو بحران میدونید و معتقد هستید رونالد ریگان در اون بحران، بله، بله، چون هنرپیشه بود، بله، و بعد وقتی که باراک اوباما میاد بعد از دو دوره جورج بوش پسر و جنگ عراق و مسائلی که پیش اومده، شما میبینید که سلبریتی های مثل اوپرا وینفری و دیگران میان. بعد اوباما که آدم درجه دو، سناتور درجه دو امریکاییش، ناگهان به سلبریتی تبدیل میشه از طریق رسانه‌ها. سلبریتی‌ها فکر می‌کنید؟ و سلبریتی‌ها کمکش می‌کنن. توانایی خود اوباما نبود، برای اینکه خیلی‌ها میگن خود اوباما هم سلبریتی بود. جالبه که مککین که در واقع رقیب اوباما هست میگه تو شبیه پاریس هیلتون شدی، تو هیچکی نبودی و تو رو تبدیلت کردن به یه سلبریتی، یعنی او رو سلبریتی سیاسی. و البته تو ادبیات، خب از این مثال ها در مورد جامعه مختلف که در واقع چکیدش میشه این که در جاهایی که سیاست درش نقش فرد مهمه، ریاست جمهوری ها و جاهایی که یک فرد اهمیت پیدا میکنه به عنوان نخست وزیر مثل آلمان انگلا مرکل، این جاها سلبریتی ها میتونن نقش بیشتری پیدا کنن. میخواید نتیجه چی؟ این رو من عرض کردم در مورد جوامعی که جوامع غربی یا جوامعی که دموکراسی سابقه طولانی تر داره. حالا برمیگردم به یک جوامع دیگری که دموکراسی نبوده یا خیلی ضعیف بوده. مثال خیلی دقیق در مورد کشورهای بلوک شرق سابقه، شما نگاه بکنید اونجا کسانی که نارضایتی، یعنی ناراضیان که دیسیدنت معروف بودن، اینها قهرمانای بلا شک مردم بودن. چرا؟ برای اینکه کانالهای عادی برای رساندن نظرات اعتراضی یا نارضایتی مردم، حالا از طریق پارلمان، از طریق انتخابات آزاد یا از طریق روزنامه آزاد نبود، ولی اینها به هر حال با مردم ارتباط داشتن. میتونید مثال بزنید؟ بله، ساخاروف یه دانشمند، بله، و یا ویسوتسکی، حتی شوستاکوویچ.
یعنی اینا آیا سلبریتی بودن یا روشنفکران عمومی خونده می‌شدن؟ ببینید یعنی خیلی اینها دانش... دو تا یکی ان سلبریتی بله. و روشنفکر شما نگاه بکنید میگم ساخاروف خیلی از دانشمندان فیزیک اتمی شوروی یا جهان اینا نشستن کارشون رو تو لابراتوارها میکنن ولی ساخاروف نه به خاطر فیزیک اتمی بودنش به خاطر حضورش در صحنه سیاسی و به خاطری که دستگیر میشه یا ویسوتسکی و یا افراد بسیار شما نگاه کنید رئیس جمهور زنده باد رئیس جمهور چک بعد از انقلاب خب اجازه بدید من سعی کنم اینجا یه مقدار بحث رو جمع جور کنم شما معتقد هستید سلبریتی و فرهنگ سلبریتی ادامه همون چیزی است که ما در قرن 20 هم داشتیم و شرایطی بود که مثلا در بلوک شرق روشن فکر عمومی تحت فشار رو محبوب می‌کرد و بنابراین از جنس متفاوتی نیست فرهنگ سلبریتی مطلقا. نه یعنی افرادی که این در واقع سرمایه مشهور بودن رو دارن استفاده کردن در بلوک شرق سابق اومدن و نارضایتی‌هایی که مردم داشتن رو فرموله کردن و گفتن و شدن قهرمان خب، مردم شما واسلاف هاور رو به خوبی مثال زدید بله اگر این رو بیاریم توی زمینه سیاست ایران فکر می‌کنید به این ترتیب مثلا خانم مهناز افشار یا خانم سحر قریشی بهنوش بختیاری یا آقای محمد رضا گلزار اینها ادامه شاملو هستن مثلا ببینید خب نکته جالبی رو گفتید برگردیم به زمان محمد رضا پهلوی یعنی شما نگاه بکنید من یه لیستی رو برداشتم بعد از شاعر از نویسنده از ورزشکار شما نگاه کنید پرویز قلیچخانی از خواننده‌ها داریوش اقبالی ایرانی داده از آهنگسازا اسفندیار منفردزاده و شاملو و آقای رحمانی نژاد در میان تئاتری‌ها محسن یلفانی اینها گزارششون به اوین شاه میفته و اینها سلبریتی‌های دوره پهلوی هستن که نارضایتی مردم رو فرموله میکنن میان تو صحنه حرف میزنن و قهرمانهای مردم میشن اونها که شما قهرمان مینامید کسایی هستن که ممکنه خانم نیکو نظر بگه بین بودشون و نمایششون تفاوت زیادی نبود و در این تعریفی که ایشون از سلبریتی میکنن این خیلی اهمیت داره این سلبریتی هایی که ما اینجا نمایش دادیم از نظر ایشون بین اونچه که نمایش میدن و اونچه که در زندگیشون میگذره ممکنه تفاوت زیادی باشه 100%. ببینید یه جنبه ای از کارکرد سلبریتی ها هم این است که فرض بکنید جوون ها خیلی هاشون حوصله و علاقه به سیاست رو ندارن ولی دوست دارن که بدونن که فلان هنرپیشه یا هنرمند چی فکر میکنه چجوری لباس میپوشه چجوری و این بخش از تفریح این هاست و این هیچ چیز بدی نیست یعنی همه لازم نیست که ساعت 9 شب بشینن پای خبر و بعد تفسیر خبر و پرگار رو ببینن بله متجسس من قبول ندارم که هر به همه میشه گفتش به همه میشه گفتش سلبریتی هر آدم مشهوری سلبریتی نیست به نظر من سلبریتی معنای مشخصی داره مخصوصا ما در زمانی داریم اگه شما دقت کرده باشید اصلا ورود کلمه سلبریتی به زبان و اینطور که داره استفاده میشه یعنی این تناوبی که میبینیم در استفاده سلبریتی با ورود شبکه‌های اجتماعیه یعنی اینکه ما با ورود شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که در زبان فارسی این همه در مورد سلبریتی و استفاده حرف می‌زنن و کلمه‌شو به کار می‌برن من سلبریتی رو نمیگم در واقع عروسک کوکیه و در مورد اینکه میشه با سلبریتی تفریح کرد و همه اینها هم حرفی ندارم بحث من اینه در یک ساختاری که در واقع در یک نظام سیاسی اقتدارگرا شما به عنوان سلبریتی هرگز نمیتونید تا ته نقد قدرت پیش برید به دلیل اینکه اولین کسی که در واقع اولین بحرانی که ایجاد میکنید موقعیت خودتونه یعنی به عنوان یک منتقد قدرت و منتقد سیاست اول موقعیت خودتون رو باید بحرانی بکنید مهمترین چیزی که شما از دست میدید همین عیان شدنی اگه کنشگر ایرانی بخواد تا ته نقد قدرت پیش بره یعنی سلبریتی ایرانی احتمالاً اون عیان شدن رو از دست میده مخصوصا اگر که سلبریتی باشه که داره در ایران کار میکنه و در از کانال‌های رسمی عیان میشه و نمایان میشه آقای بهتوی بین‌تر میشه گفت که چیز مهم برای سلبریتی اینه که دیده بشه
برای همینی که مدام سلبریتی باید چه می‌دونم عکس بذاره، کامنت بذاره، چون همین که ساکت شد دیگه دیده نمیشه و سلبریتی نمیخواد این رو به خطر بندازه به گفته خانم نیکو نظر. این پیش فرضا به نظر من خیلی دقیق نیست. یعنی شما باز برمیگردم به داریوش اقبالی. داریوش اقبالی سلبریتی زمان شاه بود که خیلی از دختر پسرها و دخترهای جوان، پسرهای جوان عکسش رو تو اتاقشون می‌زدن، روی کلاسورشون عکس داریوش اقبالی بود، ولی ایشون جرأت کرد و انتقاد بکنه و به زندان هم رفت. سلبریتی‌های حال حاضر میگه چه این چیزی وجود نداره. ببینید حکم اینه که در نظام‌هایی که دیکتاتور هست یا مشکلاتی برای حرف زدن هست، اینها جرأت نمی‌کنن. من میگم کردن. یعنی مثال داریوش اقبالی یا پرویز قلیچخانی مثال خیلی روشنی است که اینها کردن. مثال های حال حاضر هم دارید. بله، من حالا میخوام این رو عرض بکنم. پس این حکم دقیق کلی برای یا در کشورهای اروپای شرقی سابق اینها رفتن، بخششون هم ساخاروف سالها زندان بود، واسلاو هاوه سالها زندان. یعنی این حرف بهتوی فکر نمی‌کنید در این نکته ای هست که مدام مثال‌های شما برمیگرده به دورانی که به گفته ایشون دوران فرهنگ سلبریتی نبوده، شبکه‌های اجتماعی نبودن. شما راجع به حال حاضر چه مثال‌هایی دارید؟ عرض می‌کنم. ببینید من می‌خواستم فقط اینو اشاره بکنم، حکم کلی راجع به این انسان‌ها نمیشه داد. اینا هم آدمایی هستن مثل ما و شما، نظرات اجتماعی هم دارن، میان حرف می‌زنن. در نتیجه شرایطی که ببینید، محمود دولت‌آبادی که از سلبریتی‌های زمان شاه بود که اومد و در اوین و در قصر نشست به زندان، محمود دولت‌آبادی امروز اگه فرصت بکنه که از مثلا بخشی از در انتخاباتی که هست از کسی حمایت بکنه که احساس میکنه آزادی بیشتری به اون میده، اون کارو میکنه و کرد. خب شما میبینید که اینها میان نگاه میکنن که چجوری باید زندگی رو پیش برد که هم به نفع خودشون، یعنی آزادی بیشتر در جامعه، و هم به نفع شهروندان اون جامعه باشه و این کارو میکنن. خب یا بسیاری دیگر از همین خانم ها آقایانی که نشون دادید اینجا، آقای رامبد جوان از اصلاح طلبا دفاع کرده. یا بذارید یه مثال دیگه بزنیم. خب خانم نیکو نظر، یکی از کسانی که در لیستی که عکساشو دیدیم ازش نام بردم، مهناز افشاره، هنرپیشه سینما و تئاتر و تلویزیون. مهناز افشار در جریان زلزله سرپل ذهاب چیزی گفت که به مذاق خیلی خوش نیامد. اون اومد گفت که در این گیرودار فراموش نکنید که زنان در مناطق زلزله زده نیاز به نوار بهداشتی دارند. بله. اینجا ما به اصطلاح پستش و نظرش رو میبینیم و این گفته خانم افشار خیلی از سنگین اومد دیگه، برای اینکه معتقد بودن که نباید راجع به این چیزا صحبت کرد در افواه، نباید چنین چیزی رو مطرح، اصلا چقدر اهمیت داره. و جالب این که همه این نقدها از جانب جناح اصولگرا یا میشه گفت سنتی ها و طرفدارانشون بود. البته مهناز افشار چیزهای دیگه ای هم گفته که جنجالی بوده، از جمله در مورد استفاده از سرنگی برای معتادان که به راحتی گفته میتونن برن از داروخانه ها بخرن، که خیلی از متخصصین نقدش کردن، گفتن چنین نیست و اونم جواب داده، البته گفته که بر اساس نظرات سازمان بهداشت جهانی چنین گفته. میخوام بگم که اینها چیزهایی میگن که میتونه وضعیتشون رو خطیر کنه، یعنی مورد نقد واقع میشن، ممکنه تحت فشار هم در شرایط خاصی قرار بگیرن. بعضی از اینها در انتخابات ریاست جمهوری چیزهایی گفتن که باعث شده که زیر ضرب برن. به این ترتیب گفتن این که اینها صرفاً به فکر نمایش خودشون هستن یه مقدار درش ابراق نیست؟ من فکر نمیکنم گفتم صرفاً، گفتم که این رو باید در نظر بگیریم که نمایش یک بخشی از قضیه هست، اینو نمیشه انکار کرد. ولی شما معتقدید نمایش بخش اصلی قضیه است؟ در تعریفتون اینو گفتید که سلبریتی یعنی کسی که بین نمایش خودش و اونچه که هست تفاوت زیادی هست. نه من لزوماً در واقع متهم نکردم سلبریتی رو، همه سلبریتی ها رو به عوام فریبی یا دروغگویی، من فکر نمی‌کنم هیچ جا رفته باشم توی این در واقع تعریف.
به نظر من سلبریتی یک موقعیت تشدید شده است، یعنی یک وضعیت آگراندیسمانه. این منظورم از منظورم از پرفورمنس و منظورم از نمایش اینه، یعنی اینکه سلبریتی با احساسات ما احساسات بازی میکنه، یعنی زمینه کارش احساسات و زمینه کارش نمایشه و یک نوعی از زیبایی شناسی. خب این منظورم هست وقتی که میگم از نمایش. بنابراین اون تعبیر منفی نمایش مد نظرم نیست و سلبریتی هم متهم نمی کنم به عوام فرقی، و قطعا سلبریتی کار کرده مثبت هم داره، در این شک نیست. اون نکته ای که شما گفتید در مورد عاطفی کردن و احساسی کردن سیاست رو من میخوام بخصوص در حوزه توسعه به کار ببرم، بخصوص که خانم نیکونظر در ابتدا اشاره ای هم به سلبریتی و امر توسعه کردن. خیلی ها نقدشون به بازیگری چون انجلینا جولی که میره کشورهای در حال توسعه بچه‌هایی رو پیدا میکنه و اونها رو به فرزندی میپذیره، اینه که امر توسعه رو فوق‌العاده ساده میکنه و در این ساده سازی ایرادهای بزرگی هست. این ساده انگاری که ساده سازی که از کنشگری سلبریتی در میاد رو کمتر میشه انکار کرد، چنین چیزی هست دیگه؟ قطعا این انتقادی که شما میفرمایید درسته، ولی من میخوام بگم که شما وقتی سلبریتی رو به معنای عمومی تر کلمه نگاه بکنید، حرفی که میزنید درسته، یعنی احساسات و عواطفی که اینها تونستن توی بخشی از جمعیتی کشوری که توش زندگی میکنن به وجود بیارن، طرفدارانی پیدا بکنن. و اتفاقا جامعه شناسی سلبریتی میگه شباهت بسیار زیادی میان سیاستمداری و سیاست و سلبریتی وجود داره. چیه این شباهت؟ میگه وقتی که تو بتونی از طریق همین پرفورمنسی که ایشون میگن نمایش و احساسات یک کلکتیوی رو تشکیل بدی، یک مایی رو به وجود بیاری که اون ما بتونه به تغییر جامعه موفق بشه. فرض بفرمایید که جرمی کوربن در رئیس حزب کارگر بریتانیا میاد با اون شکل لباس پوشیدنش که شکل لباس پوشیدن عادی سیاستمدار انگلیسی، کت شلوار کراواتی نیست، سوار دوچرخه میشه، نظراتی که داره یک کلکتیوی رو تشکیل میده که اون ایجاد همبستگی میکنه. بله. و این درست کاریست که سلبریتی ها در میان بخش های معینی از مردم میکنن. ولی این چیزی که میگید رو در میان سیاستمدارا پوپولیستا بهتر انجام میدن، یعنی یکی از نقدها به پوپولیستا اینه که با احساسات و عواطف مردم بازی میکنن، و اتفاقا ایشون میگه سلبریتی هم همین کارو میکنن. بله. شاید مخرب بودنش ناشی از این باشه، با عقل مردم سر و کار ندارن، با عاطفه. خیال میکنم که همین جاست نقطه‌ای که باید روش انگشت گذاشت. تعریفی که شما میکنید از سیاست عقلانی سیاست مردانه است، سیاست سنتی است، سیاستی که همه رو در بر میگیره، که احساسات و انسانیت و رابطه نزدیک با آدم‌ها رو برقرار میکنه. این سیاست اسمش پوپولیستی نیست، این خود سیاسته. یعنی تو بتونی با مردم ارتباط برقرار بکنی، تو بتونی با اونها حرف بزنی. من اینها رو پوپولیسم نمیشناسم، من این عین سیاست میشناسم. در مورد این در واقع بحث آنجلینا جولی، خیلی به نظر من بحث مهمیه. باید بگم که بسیاری از کسایی که تو حوزه مطالعات توسعه کار میکنن اساسا به حضور سلبریتی ها در این حوزه بدبینن، به دلیل اینکه این یک در استراتژی جدید مارکتینگ و پوجم کردن برای حوزه توسعه، و بسیار از کسایی که تو این حوزه هستن اینو قبول ندارن. دلیلش هم خیلی مشخصه. اولا یه تاریخی داره این حضور سلبریتی ها توی این قضیه، توی در واقع اینکه بیان توی خیریه شرکت بکنن و چهره خیریه ها باشن، و اونم برمیگرده به این که ما تا یک مقطع زمانی وقتی خیریه ها میخواستن پول جمع بکنن، میومدن از تصاویر بچهای آفریقایی استفاده میکردن که اینا فرزند مگس روی صورتشون و نمیتونن حتی پلک بزنن، و از اون تصویر معروفی که یه بچه هستش که کنارش یه کرکسه و کرکس منتظر اون بچه بمیره، اینو بهش میگفتن، بهش میگن پورنوگرافی فقر. تا یه زمانی کار میکرد، یعنی اون در واقع حوزه توسعه میتونست کار بکنه، خیریه ها میتونستن کار بکنن، سازمان ها میتونستن کار بکنن، از یه زمانی به بعد کار نکرد. دلیلش هم این بود که روانشناسا اومدن در موردش حرف زدن، گفتن ما دچار یک نوع خستگی در امر همدردی شدیم. مردم به دلیل
در واقع اخبار و اتفاقات بعد و اینکه مدام تکرار میشه و این در واقع اخبار ناگوار، اینا به این به یه چیز دیگه احتیاج دارن. پس ما باید یه استراتژی جدیدی پیدا بکنیم. استراتژی جدید سکسی کردن دیولپمنت بود، سکسی کردن توسعه. یعنی این حوزه رو ما بیایم با حضور سلبریتی ها جذاب بکنیم، یعنی بیایم یه شکوه و عظمت و در واقع یک جذابیت جنسی اضافه بکنیم به این حوزه توسعه. حالا چه اتفاقی میفته اینجا؟ اتفاقی که میفته اینه اگر در گذشته با زمانی که اون پورنوگرافی فرق وجود داره، فرضاً بچه آفریقایی به عنوان یک موجود منفعل که از خودش هیچ عملیاتی نداره در واقع اونطور بازنمایی میشد، حالا اساسا در این شرایط جدید که نماد خیریه، نماد توسعه شده، زنان مثلا مارتینی به دست سلبریتی یا مردان سلبریتی، اینها در اتفاقی که میفته اینه که اصلا اینا دیگه حذف میشن، حذف شدن، یعنی چهره اون کودک آفریقایی حذف شده. حالا خانم نیکو نظر، شما خودتون رو بذار جای مثلا رئیس سازمان سیو د چیلدرن، نجات کودکان، یا شما خودش رو بذار جای رئیس سازمان یا صندوق توسعه سازمان ملل، اگر اینا بیان بگن که ببینید ما با شناختی که الان از عواطف و احساسات توده‌ای در سراسر جهان داریم، با استفاده از این هنرمندان، این سلبریتی‌ها، کمک بیشتری برای پروژه ها میگیریم، فارغ از این که این سکسی میکنه امر توسعه رو یا نه در جهان، در ایران، ما الان بیشتر پول جمع میکنیم. مشکل اینه که این جذابیتی که بهش اضافه میشه باعث میشه که ما نبینیم اساساً چی باعث به وجود اومدن اون فقر شده. ببینید مثلا خانم آنجلو، این انتقادیه که کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، مثلا خانم آنجلو جونی با اون درآمد شما در نظر بگیرید که حالا این چی در مورد فقر به ما میگه؟ هیچ چیزی در مورد فقر به ما نمیگه، پیچیدگی و دشواری‌ها اینو مشخص نمیکنه. الان در واقع رویکرد جدیدی که تو این حوزه وجود داره اینه که ما باید به این فکر بکنیم که آیا راه اخلاقی راه اخلاقی تری وجود داره برای اینکه ما هم پول جمع بکنیم بعد در واقع تو این کمپینای یا این کارزارهای تسهیل کردن فقر، و همین که اینقدر در واقع این حوزه سلبریتی زده نباشه. در بحث سلبریتی آقای بهتویی، در حال حاضر ما با یه چیز دیگه ای تحت عنوان خورد سلبریتی هم مواجه هستیم، یعنی شبکه‌های اجتماعی کسانی رو که مثلا اگر نه میلیون ها، ده ها یا صد ها هزار نفر طرفدار دارن رو تبدیل کردن به میشه گفت خورده سلبریتی. این خورده سلبریتی ها چیکار میکنن؟ اینها میان طرفدارانی جمع میکنن صرفا نه به دلیل مهارت، هنر، قابلیت خاصی، صرفا به این دلیل که مثلا در خونه خودشون دارن غذا میخورن و دوربین روشن کردن و همین غذا خوردن با طرفدارانشون حرف میزنن. این اصلا شده یک تجارت مهم در جایی مثل کره جنوبی، بعید نیست در ایران هم به زودی چنین بشه. این به ما چی میگه؟ آیا این روند فردیت یافتن کسایی بود که ممکن بود پیش از رسانه‌های جدید اصلا دیده نشن؟ یعنی به عبارت دیگه دموکراتیک این روند؟ یا یعنی اینکه نه، روند فرسایش فردیته، برای اینکه شما در واقع به گفته ایشون فقط یک نقاب میبینی، پرسونای اون رو میبینی و نه فردیت واقعیش رو، کدوم یکه؟ من عرض بکنم تصور من راجع به پدیده سلبریتی از پرسپکتیو جامعه شناسی سلبریتی اینیست که حضور اینها نشانه دموکراتیزه شدن جامعه است. یعنی اگر سلبریتی یک زمانی پادشاهان، رهبران کشورها، نخبگان بودند، امروز به قول شما که به نظر من این لغت شاید یه ذره تحقیرآمیز باشه، خرد سلبریتی ها، اینها هم امکان پیدا کردن که توی صحنه باشن، دیده باشن. اجازه بدم دخالت کنم، تحقیرآمیز نیست، این مایکرو سلبریتیه. بله، و اصطلاح ترمیه که استفاده میشه، هیچ تحقیری هم درش نیست. وقتی هم که میگم من عرض بکنم حالا تحقیر کجاست، وقتی که به اینها این خرد سلبریتی ها فرصت پیدا میکنن که اینها هم بیان و حرف بزنن یا نمایش بگذارن. ببینید تصور من این هست که اون بخش پابلیک اسفر یا اون فضای عمومی جامعه یه چیز همگون نیست، هیچکی هم اون رو از بالا ادارش نمیکنه، اونجا مبارزه در جریان هست. سلبریتی ها یکی از ابزار جدی این مبارزه و یک نیرویی که از ابزار چیه الان عرض میکنم، کسانی که میتونن بسیج کنن، کسانی که میتونن توجه جلب کنن، کسانی میتونن تغییر ایجاد کنن. منظورتون از ابزار کنشگر و این کسی که ببینید، سوال به نظر من
سوال دقیق این نیست که آیا سلبریتی‌ها خوبن یا بدن. این یه پدیده است که به خاطر شرایط اجتماعی و تکنیکی و سیاسی که به وجود اومده این تغییرات صورت گرفته. سوال دقیقی نیست چجوری از اینها میشه استفاده کرد جامعه انسانی تر ساخت، جامعه آزادتر ساخت. خب بیام برگردم به مثالی که شما زدید. آیا دختر خانم هایی که میان توی شبکه اینستاگرامشون یا نمیدونم شبیه اون میرقصن، رقصنده هستن و این رقصشون قشنگه و میخوان که اینو بگذارن و کسانی نمیخوان که اینها که یکی از همینا اخیراً و بیارنش پای تلویزیون و بگن که غلط کردم، خب این به نظر شما دموکراتیزه کردن جامعه؟ من میگم وقت سلبریتی ها بخشی از کارکردشون کنترل از پایینه. خب شما این رو باید سوال بکنید که من چگونه میتونم از این ابزار استفاده کنم جامعه انسانی تر بسازم. بذارید پیش از اینکه اون رو بپرسم از خانم نیکو نظر این رو بپرسم که موافق هستید که سلبریتی و در ادامه فرهنگ سلبریتی، خورد سلبریتی و فرهنگش که به گفته ایشون البته شاید لفظ مناسبی نیست، ولی خورد اینجا بیشتر ربط پیدا میکنه به میزان محبوبیتشون بر اساس رقمی که در شبکه‌های اجتماعی مختلف دارن. آیا این دموکراتیزه کردن جامعه و رسانه هاست؟ همچنان شهرت در جامعه عمیقاً سلسله مراتبیه، یعنی همچنان شهرت چیزی نیست که شما ببینید تو بعضی از حوزه ها، مثلا تو حوزه تکنولوژی ما فقط یه دونه استیو جابز داریم، یعنی اینکه شهرت حتی از ثروت غیر دموکراتیک سلسله مراتبی تر و غیر دموکراتیک تره، به دلیل اینکه شما مثلا یک فضای مثلا شما یه ساعت برنامه دارید خب و میتونید بین مثلا بنده و یه نفر دیگه انتخاب بکنید. اینجا برای عیان شدن و نمایان شدن فرصت شما یعنی شما فقط میتونید یه نفر رو انتخاب بکنید، به هر دو نفر اونا نمیتونید زمان مشخص کنید. منظورتون اینه که منابعی که سلبریتی ساز هستن، امکاناتی که سلبریتی ساز هستن، این واقعا در اختیار همه نیست؟ نه، من همچنان معتقدم در اختیار همه نیست. نه خب من مثال خیلی ساده میزنم، محمد علی کلی. من معتقدم که مخصوصا تو بعضی از حوزه ها فقط یکی دو نفر میتونن حرف بزنن، مخصوصا مثلا همین حوزه تکنولوژی فقط یه استیو جابز هست که سلبریتی میشه. ببینید این به نظر من تصور خیلی توطئه‌آمیزه راجع به اینکه کسان اون بالا نشستن کنترل میکنن. اصلا من نمیدونم شما از ابتدای برنامه میگید توطئه‌آمیز یا اینکه مثلا عروسک کوکی. تمام این نظریه‌های کسایی که توی حوزه در واقع تئوریسین با همه اونا منم دارم نظر خودم رو میگم، مطالعات فرهنگی. ببینید محمد علی کلی وقتی که در جنگ ویتنام وایساد و گفت من نمیرم به جنگم، قهرمان همه ماهای شد که اون موقع، و جین فوندا هم همینطور. غرض من این است که کسی نمیتونه کنترل بکنه که لواسلاف هاول وایس در مقابل شرایط دیکتاتوری یا نه، با آقای محمد علی کلی وای نسته یا نه. محمد علی کلی، واسلاف هاول و بسیار از مثالایی که شما زدید، حتی کسایی که طرفدارشون نبودن معتقد بودن که بر اساس قابلیت‌های گاه فراشخصیشون، کاریزماتیکشون شدن چنین فرد مشهوری، که اون موقع ضمناً لفظ سلبریتی شاید به کار نمی‌رفت در موردشون. ببینید یکی از کارهایی که سلبریتی‌ها میتونن بکنن و قشنگه این است که مسائل پیچیده سیاسی رو ساده بکنن و مردم بگن متعدد. تو اگر که بتونی مثل یک سیاستمدار یا آدمی که اهل کار اجتماعی هستی از این نیرو استفاده مفید بکنی و بتونی پیامت رو خوب ببری به جامعه، این به نظر من جامعه رو کمک خواهد کرد. خانم نیکو نظر، متأثر از همین حرفی که آقای بهتویی زدن، خیلی‌ها معتقدن که سلبریتی به دلیل زبانی که استفاده می‌کنه، به دلیل نوع تماس عاطفی که ایجاد می‌کنه، همبستگی سازه. برای اینکه منظورم رو واضح‌تر بیان کنم، به خاطرتون میارم جمعیت عظیمی که در مرگ یک خواننده پاپ ایرانی، پاشایی، اومد و خبرساز شد. این جمعیت عظیم در پاشایی یک انسان غیر عادی، یک نمیدونم ابرقدرت، یک قهرمان نمیدیدن، کسی رو خیلی ساده میدیدن که میخونه و با خوندنش دنیای اونها رو منعکس میکنه، و زبانی که پاشایی استفاده میکرد خیلی مؤثر بود. در فقدان نهاد، در شرایطی که مثل جامعه ایران تمام
گروه‌های مرجع حذف شدن و بعد در شرایطی که سیاست و در واقع سیاستمداران منتظر فرصتی هستن که قبضه بکنن همین سلبریتی‌ها رو، من شما رو ارجاع میدم به حرف آقای حجاریان که گفتش که ما باید بریم سراغ این نهادهای مرجع جدید رو پیدا بکنیم و حرفی که می‌خوایم بزنیم رو از زبان سلبریتی بگیم. یعنی شما نگاه کنید، شما بحث ایجنسی سلبریتی رو مطرح می‌کنید، من البته میگم با بحث ایجنسی یا عملیات سلبریتی هیچ مشکلی ندارم، ولی اینا هم بعد در نظر بگیم. شما نگاه سیاست رو نگاه کنید به نگاه سیاست ایران، به مصادره سیاستمدارا در صد، مخصوصا اینکه نهاد ناظر وجود نداره و مخصوصا اینکه مراجعی دیگه هست شدن. ببینید یکی از مسائلی که وجود داره در جامعه مثل جامعه ایران اینه که ببینید، اگر که همین عکسایی که شما اینجا پخش کردید نشون دادید، چرا ناصر تقوایی اینجا نیست؟ چرا سوسن تسلیمی نیست؟ چرا خانم گوگوش نیست؟ چرا شبنم، حالا خانم گوگوش شبنم بیزایی نیست؟ خب چرا بیزایی نیست؟ چرا اینا نیستن؟ خب مسئله اینجاست وقتی که در مورد دموکراتیک شدن شهرت حرف میزنیم در جامعه ایران، حالا بعد سوال بکنیم ببینیم که چه کسایی حذف میشن. ببینید چه کسایی، اگه کسی داره حرف میزنه، سلبریتی داره حرف میزنه در غیاب سلبریتی که حذف شده. آقای بهتویی، بله من خوشحالم، نمیدونستم که آقای حجاریان گفتن که باید از سلبریتی ها استفاده کرد برای اینکه پیام رو برد. این به نظر من یه رشده تو جامعه ایران. یعنی من وقتی به باراک اوباما و جنبشی که به وجود آورد و نقشی که اوپرا وینفری و دیگر ستاره ها و افراد سلبریتی توی جامعه، جنبشی رو ایجاد کردن و زنده باد، کار قشنگی کردن. شما بخشایی از جامعه که هیچ دموکراتیک صحبت می‌کنید، هیچ وقت توی سیاست نبودن. اجازه بدید من جمله‌ام تمام بشه. سیاهان، لاتینوها، جوانها و غیره رو تونستن از طریق همین سلبریتی‌ها بسیج بکنن و این به نظر من زیباست. آقای بهتویی، اگر کسی بیاد بگه که سلبریتی به این دلیل مرجع شده که به دلیل شرایط سیاسی کانون نویسندگان دیگه مرجع نیست، به دلیل شرایط سیاسی مختاری و پوینده و چند نفر دیگه سربنیست شدن، به دلیل شرایط سیاسی مراجع سنتی قدرت وجود ندارن، احزاب از بین میرن، جواب چه خواهد بود؟ جواب دیگه سلبریتی، وقتی سلبریتی میشه که به گفته ایشون دارم جواب بدم دیگه حذف بشن. بله جواب میدم. خب بعدش چی؟ شما میگید اونها نیستن اینها شدن. من میگم سوال بعدی من اینه که خب که چی؟ شرایط اینجوریه. خب تو از این شرایط چه استفاده میخوای؟ چه جوری میخوای جامعه رو یه قدم ببری به جلو؟ تو مورد غرب هم میگن که اینها رو صنایع اومدن گرفتن، فرهنگ صنعتی شده، فلان شده. حرف من این نیست که تو همین غرب هم تو چگونه میتونی از طریق انسانهایی که محبوبیت دارن در مقابل مردم تلاش بکنی یک جنبش دموکراتیک ایجاد بکنی. اوپرا وینفری کارش قشنگی که میتونه اوبامای رو درست بکنه. نگاه بکنی ترامپ سخته براش سلبریتی ها رو جذب بکنه. این نکته مهمیه خانم نیکو نظر. در آمریکا سلبریتی هایی که پشت ترامپ ایستادن معدود بودن و از زمانی که رئیس جمهور شده، به خصوص در یکی دو سال اخیر، به ندرت پیش اومده که از افراد مشهور در حوزه فرهنگی یا اونچه که صنعت فرهنگ نامیده میشه کسی بیاد از ترامپ حمایت کنه. این به ما چی میگه؟ سلبریتی ها در جامعه آمریکا پشت مثلا اوباما میرن، حمایت میکنن ازش، ولی پشت ترامپ نمیرن. به خاطر اینکه جامعهشون دموکراتیکه و میتونن تصمیم بگیرن. مثال آقای احمدی نژاد چقدر سلبریتی میتونه جرب کنه و آقای خاتمی چقدر؟ من نمیدونم شما از این سوال میخواید به کجا برسید. به نظر من همون داستان ترامپ و اوباماست. ببینید وقتی که سلبریتی ها، یعنی افرادی که تو عرصه هنر و فرهنگ و غیره حاضر هستن، وقتی که احساس بکنن نمیتونن حرفشون رو بزنن، دنبال آزادی هن. و کی میتونه به اصطلاح شرایط آزادتر و بهتری برای اونها فراهم بکنه؟ توی صحنه سیاسی ایران به نظر من آقای خاتمی بهتر میتونسته تا آقای احمدی نژاد. خانم نیکو نظر، یکی از نقدهایی که خود سلبریتی ها من دیدم بیان کردن تو کانال های ارتباطیشون در زمینه فرهنگی ایران این است که طرفدارهای سلبریتی ها از این سلبریتی‌ها انتظار دارن که انسان‌های کامل باشن. درسته.
چنین انتظاری ما میدونیم در غرب خیلی نیست دیگه، یعنی سلبریتی رو به عنوان یک فرد مشهور که ایرادهای زیادی هم میتونه داشته باشه میپذیرن، مگر اینکه البته یک خطای خیلی جدی ازش سر بزنه. آیا فکر نمی‌کنید یکی از مشکلات در تحلیل فرهنگ سلبریتی در ایران همینه که ما عکساشون رو میندازیم، راجبشون صحبت میکنیم، میدونیم کی هستن، بعد فکر میکنیم چون اینا انسانهای چه میدونم فرهیخته کامل تام و تمامی نیستن پس چرا باید سلبریتی باشن، پس ایرادی هست در کل این جعبه و این بسته ای که فرهنگ سلبریتی خونده میشه؟ اولا یه نکته که باید اینجا بگم این که توی این حوزه مطالعات سلبریتی واقعا کار زیادی انجام نشده در ایران و به نظر من خب خیلی جا داره که انجام بشه. یه ادبیات وجود داره توی این زمینه و ولی من دارم راجع به حس مردمی که یه چیزی که در مورد ساخت سلبریتی ما باید در نظر بگیریم اینه که سلبریتی یه ساخت متناقضی داره. از طرفی سلبریتی یک انسان معمولی است مثل همه ما، از طرف دیگه یک انسان فرامعمولی است، یعنی یک حاله‌ای دورش هست. این دقیقاً ساخت سلبریتیه و خب به نظر من حالا مخاطب ایرانی هم همین نگاهو داره به سلبریتی، مخاطب غربی هم همین نگاهو داره. من تفاوت زیادی مترجم یعنی فکر می‌کنید این حاله‌ای که دور سلبریتی هست و البته این حاله رو خودشون می‌سازن دیگه تا حد زیادی با عکسایی که می‌ذارن با کامنتای خودشون قربانی این حاله‌ای که ایجاد می‌کنن میشن، انتظارات زیادی از شخصیت خودشون ایجاد می‌کنن و بعد وقتی انتظارات برنمیاد احتمالاً این هست. شما الان می‌بینید اتفاقی که افتاده اینه که عمر سلبریتی‌های کوتاه و کوتاه‌تر میشه به دلیل اینکه این صنعت سلبریتی قدرت بیشتری داره و صنعت سلبریتی مدام میخواد چهره بسازه و از طرف دیگه یک آگاهی بین مردم ایجاد شده که بسیاری از این سلبریتی‌ها سلبریتی‌هایی نیستند که اینها بر اساس یک کیفیت خاص مثلا یه نبوغ یا به خاطر اینکه خیلی هنرمندن یا به خاطر اینکه خیلی ورزشکار خوبی هستن مطرح میشن. حالا بیشتر به نظرم تو حوزه سینما خصوصا سینما و موسیقی این مصداق داره. این نکته ای نیست در مقایسه سلبریتی و فرهنگ سلبریتی در ایران و در غرب؟ آقای بهتویی در ایران واقعیت اینه که شفافیت کمتری هست در رسانه ها، حتی رسانه های غیر رسمی چه میدونم تلگرام و اینستاگرام و اینها، و این غیر شفاف بودن رسانه ها باعث میشه که نظارت کمتری از جانب جامعه از جمله طرفدارای این سلبریتی ها روی خود سلبریتی ها باشه و این میتونه از در واقع نکات منفی فرهنگ سلبریتی در یه جامعه غیر دموکراتیک باشه دیگه. جالب اینجاست که توی همین مطالعات جامعه شناسی راجع به سلبریتی میگن که خود این طرفداران به معنای فرم میدن اینها رو، یعنی یه رابطه دو جانبه است. شما نمیتونید بگید فقط اون سلبریتی است که میتونه طرفدارانش رو کنترل بکنه، به عکس طرفداران هم تأثیر میگذارن راجبه که اون چی باشه اون چه کار بکنه و این رابطه دو جانبه رو به نظر من باید فهمید. بذارید پیش از پایان برنامه به یه نکته مهم بپردازیم که فکر می‌کنم حتما باید در زمینه جامعه چون ایران افغانستان وقتی راجع به سلبریتی صحبت می‌کنیم بهش پرداخته بشه، اونم این که به نظر میاد که سلبریتی ملی شدن فوق‌العاده دشوار باشه برای اینکه جامعه چند شقه هستن. افغانستان چنین، جامعه ایران الان درگیر یه تناقض جدی دیگه، بخش مهمی میخوان برن به سمت مدرنیته، یه بخشی میخواد نگه داره جامعه ایران رو و این باعث میشه که سلبریتی همه این اقشار اجتماعی شدن دشوار باشه دیگه. شاید در مقطع انقلاب ایران شجریان یک سلبریتی ملی بود ولی الان سلبریتی هایی که ما اسم ازشون بردیم مخالفان زیادی هم دارن به این ترتیب. این به ما چی میگه در مورد جامعه‌ای که شما میگید دموکراتیک نیستن ولی به طور اخص جامعه‌ای که دموکراتیک نیستن ولی در این حال در یک بغرنجی عظیمی هستن دیگه، در یک بزنگایی هستن که ناشی از یک شکاف جدیه. آیا میشه مثلا الان سلبریتی ملی داشت در ایران؟ ببینید اولا که من یه نکته‌ای بگم در مورد این که شما میگید که من فکر می‌کنم مثلا مسئله ایران در حال حاضر این تقابل سنت و مدرنیسم نیست، حالا ولی فکر می‌کنم اون شاید موضوع یه بحث دیگه یه برنامه دیگه است. چیزی که من می‌خوام بگم اینه که سلبریتی‌ها اتفاقا علاقمند هستن که
پایگاه هواداران خودشون رو تعریف بکنن و پایگاه هوا مخصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استراتژی صمیمیت بتونن اون جامعه خودشون رو بسازن. خب یعنی شما اینو باید دقت بکنید که ممکنه دلشون بخواد تعداد هوادارانشون زیاد باشه اما دوست دارن یک کاراکتر بدن به در واقع پایگاه هوادارانشون. مثالش یعنی مثلا لیدی گاگا این نیست سلبریتی ملی بشن، احتمالاً دوست دارن که تعداد زیادی. من منظور شما از ملی اینجا متوجه نمی‌شم، یعنی منظورتون اینه که شخصیت ملی شدن یعنی اینکه فارغ از اینکه عضو کدوم حزب یا سازمان باشی، طرفدار حکومت باشی یا نباشی، چه ایدئولوژی داشته باشی، این شخص طرفدارش باشی. خب احتمالاً دوست دارن طرفداران بیشتری داشته باشن اما این نکته هم هستش که خصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی دوست دارن یک شخصیتی برای جامعه هوادارانشون و پایگاه خودشون و در غرب هم همینطور. مثالش لیدی گاگا است که خودش اسم به خودش میگه مادر هیولا یعنی مادر مانستر و بعد اونا رو هم هواداران خودش رو هم تعریف میکنه بچه هیولاها، برای اینکه میخواد بگه که ما نرم‌های جنسیتی جدایی داریم از جامعه، یعنی که دوست داره که یه شخصیتی هم بدن به پایگاه هوادارانش. به پایان برنامه نزدیک میشیم، در واقع منظور اینه که اگر من درست فهمیده باشم تلاششون هم این نیست سلبریتی ها که در واقع شخصیت ملی بشن، برای اینکه میخوان پایگاه خاص خودشون رو داشته باشن. یه پایگاه خاص خودشون رو داشته باشن و یه شخصیت و شخصیت مشخصی داشته باشن. بله من فکر میکنم همونجوری که گرامشی میگه توی جوامع جنگ فرهنگ ها هست و اگر سلبریتی ها بخشی از این جنگ فرهنگ ها هستن. منظورتون از گرامشی هم نظری پرداز مارکسیست ایتالیایی در قرن 20. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه لیلی نیکونظر و علیرضا بهتویی. پرگار را روزهای شنبه چندین ساعت پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو زودتر ببینید. پرگار تلویزیونی، پرگار در یوتیوب، پادکست یعنی نسخه شنیداری و آرشیو برنامه های پرگار رو میتونید در صفحه پرگار در وبسایت BBC فارسی ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.